سلام سلام و تمام طرفداران عزیزم در سرتاسر جهان، خدا کنه که حال یکا یکتان مثل همیشه خوب باشه و جور و سلامت و صحتمند باشین. بله، ما یک بار دیگر امروز سعی کردم که لایو بیایم و چند لحظه ای را با شما عزیزان وقت ما سپری کنم. خوش اومدید میگم به تمام عزیزانی که به تازگی به کانال و یا اینستاگرام پروانه پرستش عضو شدن، پیوستن. خوش اومدید میگم، خدا کنه که از صفحه ما وقتی که دیدار میکنین لحظاتتان به خوبی و خوشی سپری بشه، لذت ببرین و سلامای گرمتان میبینم. خدا کنه که حالتان خوب باشه در هر جایی که هستین. امروز هم پلن ما ای بخاطر ای است که آمده میخواستم پیشا پیش که مثل همیشه ما فراموش که نمی کنم، اما چون مصروف می شدم و نمی تانستم که فرصتی داشته باشم و لایف بیایم، ولی امسال سعی کردم کمک زودتر نسبت به همگی بگویم یا حالا نسبت به بعضی یا سعی کردم که امشب من لایف بیایم و چند لحظه رو با شما عزیزان سپری کنم. همونطور که میدانین امشب آخرین شب سال 2018 هست و ساعت 12 شب که سال تحویل میشه و میلادی که وارد سال 2019 میشیم. طبق معمول عزیزان پیامهایتان رو میبینم، سعی میکنم که حتما در ما بین یعنی گپ هایم بتانم پیامهایتان رو بخوانم، ولی خب یک کمکی خواستم که درباره توضیح بدم که من سالهای پیش فراموش میکردم یا مثلا رسیدگی نمیکردم، نه که راستش بگم فراموش کنم، ولی از پیشم کمکی یعنی وقت درست و صحیح پیدا نمی کردم که عزیزانی که در اروپا زندگی می کنن یا در خارج زندگی می کنن مطابق سال میلادی بگویم که سال نو تجلیل می کنن. خواستم یک پیشا پیش برای همه طرفدارای عزیزم سال جدید تبریک عرض بکنم اولا، و امیدوارستم که هنوز هم میفهم که چند ساعتی مانده به ای که بخوای از سال تحویل شد، ولی پیش و پیش برای همه ایتان آرزوی خوشی، آرزوی موفقیت، آرزوی سربلندی، آرزوی سلامتی و صحتمندی را برای خودتان، برای تمام اعضای فامیلتان از خداوند یکتا خواهان هستم. و دیگه یک دفعه آمدم لایو و چون میفهمم که در آخرش فرصت نمیشه به خاطری که تایم من همراه فامیلم قرار است سپری کنم، همراه دوستایم قرار است سپری کنم، دیگه از همین لحظه از همین فرصت استفاده کرده خواستم که پیش و پیش برای تان سال 2019 رو تبریک بگویم و امیدوار هستم که در سال جدید خداوند از تمام نعمتاش برای شما عزیزان کم نگذاره و همیشه که نگذاشته، اگرچه ما انسانها همیشه در حق خداوند در حق محبتی که به ماها میده کوتاهی میکنیم، ولی باز هم ما برای شما همه ایتان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارستم در هر عرصه زندگی که هستین همیشه سربلند باشین، موفق باشین، پیروز باشین، آن چیزی که از خداوند میخواین برای یکا یکتان برآورده بشه. و تشکر و سپاسگزاری میکنم از تمام عزیزانی که در کانال یوتیوبم از ویدیو کلیپ دیدی چی کار کردی بازدید کردن، پیام های زیبایشان، کامنت های زیبایشان گذاشتن و محبتشان را دریغ نکردن، بی نهایت سپاسگزار هستم. لابلای کامنت ها میبینم طرفداران عزیزم نوشتن میکنن، بعضیشون که میگن روزی 100 دفعه گوش میکنم، 10 دفعه گوش میکنم، سیر نشدم و خوش دارم و آهنگ از شنیدن آهنگ لذت میبرن، واقعا به من یک انرژی خیلی خوب میده و خیلی سپاسگزار هستم، خیلی خوشحال هستم از اینکه تونستم یک بار دیگر با یکی از آهنگایم بتونم یک خوشی، یک لبخند بر روی لبای شما بیارم و یا شما عزیزان از شنیدن آهنگ من لذت ببرین. همچنین یک دو روز پیش که قسمت هایی از ویدیو کلیپ دیدی چی کار کردی رو که بر روی صفحه اینستاگرامم گذاشتم با درخواست شما عزیزان، کامنت های شما عزیزان ما دریافت کردم، معذرت میخوام که نتونستم جواب بدم، ولی اینجا پیش از همه ایتان تشکر میکنم، سپاسگزار هستم. قلب های نارنجی ماماتو میای نارنجی صورتی بنفش
بله دیگه، چون سال میخواد جدید بشم، من هم رنگ سرخ پوشیدم، اما مطابق چی میگه همین پروگرام های اینسا یکمکی زده به نارنجی طلایی، ولی خب باز هم فکر میکنم که زیباستم. نمیفهم که شماها در کجا هستین، از کدام کشورها آنلاین هستین. معذرت میخوام که من یکمکی تیز تسکاپای ما گفتم. چه وقت اتریش کانسرت میدی حسین محمدی؟ حسین جان، ما راستش با پیشنهاد همکارا و دوستای عزیزم که رامین منصور پرودکشن هستن و همراه قزال جان عنایت که یک تیم هستن در حال حاضر و فعالیت های کانسرتیشون و برنامه هنریشون به عهده داره، واقعا صمیمانه ازشان سپاسگزار هستم. قرار بود که امسال در اتریش در شهر ویانا همین چند شب پیشه که غزال جان عنایت کانسرت داشت، همراهشان برای یک استش همراهشان باشم و در کنار شما عزیزان بتانم آهنگای ما اجرا بکنم، ولی به خاطر بعضی از مسائل کوچک من متاسفانه نتانستم آمدم، که این مسئله هم در گذشته پیش و پیش معذرت خواهی کرده بودم، ولی انشالله که بازم توکل به خدا انشالله که با آغاز سال جدید ما بتانم که با کانسرت هایم شما عیسان در هر جا که هستین از نزدیک دیدار کنم و ببینم و بتانم برایتان بخوانم. پیامایتان رو کم کم به خانش میگیرم همین لحظه و ستاره افغان رو نگاه میکنیم، والا فرصت نشده تا به حال. سلام سلام از جرمنی. دانیال سلام. مهدی جان کدام کشور هست؟ ما در فنلند زندگی میکنم دوستان، شما میدانین مصاحبه های ما حتما گوش کردین از این مسئله، واقعا نمیگم که خسته شدم، اما عزیزان یا طرفدارانی که همیشه مطابقه، تشکر از قلب های زیبایی که برای ما فرستادی. حیدری اسمت نوشته تقدیم شاهدخت قند قند اسمت هیدری کشور سویدن، خوشحالم همچو هنرمند قند را میبینم. سلامت باشی اسمت جان، تشکر از قلب های زیبا و گل های زیبایی که روان کردی و تمام عزیزان که قلب های را دو گوشه سفر روان میکنن و من گفتم همیشه جایتان در اینجا هستم و با وجود شما، با محبت شما عزیزان هست که من تلاش دارم در زمینه هنری، کارهای هنری و فعالیت سعی میکنم که داشته باشم تا آنجایی که توان دارم، تا آنجایی که امکانات و شرایط با من اوکی هستن. و هموطنان عزیز، خوشحال میشم بدانم از کدام کشورها آنلاین هستین و چطور میگذره، چی آمادگی گرفتین برای شب آخرین شب سال 2018. من خواه همراه فامیل قرار است که با احتمال بزرگ با مرکز شهر هلسینکی میریم و قرار است که سال جدید اونجا همراه فامیل و دوستا آغاز کنیم و البته خب از یک قسمتی از فامیل بگم که مادر جان و همسر جانم و یازده جانم اینا به اسپانیا هستن، اما بقیه فامیل اینجا هستن. تشکر، سلامت باشین میرالله، تشکر، زنده باشین. آریانا جان سلام و مریم آفیشل تشکر. ایم سال نسلسنز بن باشتن اونوتوم سلام برمی بودون سوان فانلارم ترکیدن و یهانی یورتشوندن هر نردیسن نردیسن سیزلری ده سلاملار یولیورم بردن بجوکلرمه یولیورم کسورمه باکمین باشتن بن هب سورکلی فارس چکنشمه başlarken veya devam ettiğim için arada bir unutuyorum o mesajlarınızı gördüğüm anda da çok seviniyorum, çok mutluyum. Umarım ki sizin için de iyi yılınız olur ve yeni yılla, gelecek yılda diyelim işte bu akşam, bu gece, bu geceden başlayan ilk yılınızın günü Allah'ın bereketiyle, Allah'ın verdiği bütün bereketiyle sizlerin için de yeni, yani hayatınızın devamı için de iyi arzular diliyorum. Uzun zamandır tabii ki ben şu anda birazcık takıldım Türkçe konuşmakta çünkü hazırlıklı değildim ve aynı zamanda da diyebilirim ki
Arkadaşlarım yanımda yok ve sürekli Finlandiya'da olduğum için hep sürekli Fince Fince Fince, o yüzden biraz bu aralar belki Türkçe konuşmakta takılıyorum ama yine de galiba anlamımı verebiliyorum sizlere. Teşekkürler, sağ olun. Hüve utavuta Zakari Andalan Gulami. Thank you so much. Ki toksia samay surlekin. خب هموطنان عزیز، من از ای که به ای لایف آمدم فقط خواستم که پیشا پیش برای یکایکتان سال جدید تبریک بگویم و امیدوارستم که سال خوب و خوشی را آغاز کنین و همچنین خداوند میگم همیشه برکت هایش نعمتایش، یعنی نعمتایی که به همه بنده هاش میده در سر جهان هیچ وقت از کم نکنه. خب اینجا اینجوری که معلومه دوستای فارس زبانم هست، یعنی که دوستای ایرانی و خوش اومدید میگم به همتون. خیلی ممنون، خوشحالم از اینکه روی صفحه اینستاگرامم از هر جای دنیا، حالا به زبان ترکی، به زبان فارسی، به زبان کردی و یا به زبانهای دیگر هم که پیام هایی که میبینم، به هر صورت همتون رو دوست دارم. مرسی از اینکه هستین، مرسی از اینکه حمایت میکنین. خب من نمیفهم که یکان دفعه که من لایف میایم با کدام زبان زودتر صحبت کنم، یکان دفعه بند 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 میشه گپ زدن من. Bakalım burada ne demişler. Atakullah yazmış. Merhaba canım, nasılsın? Nereden konuşuyorsun? Nereden? Neredesin? Afganistan'da mı? Türkiye'de mi? İran'da mı? Fransa mı? Alman mı? Neresi? Atakullah Bey teşekkürler. Size de merhaba. İyiyim. Çok sağ olun. Finlandiya'dan şu anda live'dayım ve yani خب یک خوشخبری داشتم به تمام هموطنان و تمام طرفداران عزیزم، ای که خب من ویدیو کلیپ دیدی چیکار کردی که تقدیم شما کردم، هنوزم البته مدت زیاد ازش نمیگذره، ولی یک خبر بعدی که من میخوایم برای شما بتوم، خب من میفهمم که آهنگ دوست داشتین و خوشحال هستم، انرژی خوبی گرفتم در و همچنین هم پیگیر ثبت آهنگ های جدیدتر هستم برای شما عزیزان و همچنین که در لایف های گذشته گفته بودم، قرار است که از این به بعد در آرشیو آهنگ های من آهنگ های ترکی یا آهنگ های فارسی هم جای بگیره. چون امروز آخرین حال دیگه امروز بگم یا شب بگم که اینجا فنلند هوا تاریک شده، ولی دیگه چون آخرین شب سال 2018 هست و فردا آغاز سال 2019 هست، من یکم اگه نتانستم تحمل بکنم، خواستم که این نیم خبر خوش رو براتون بگم، چون مدت زیادی هست که منتظرش هستم، ولی فکر میکنم که شاید این لحظه بهترین تایم باشه، بهترین وقت باشه که شما عزیزان آگاه بسازم. آیا حد زدم میتونی که چی میخوایم بگویم؟ و من یک روشنی بندازم و ببینم که طرفدارای ما آیا میتونن حدس بزنن که درباره چه موضوعی میخوایم صحبت بکنم. مثلا میگم کامنت ها رو از اینجا. یگانه جان سلام، تشکر. خب ما منتظر هستم ببینم که کی حد زده میتونه که چی میخوایم بگویم و درباره چه موضوعی میخوایم صحبت بکنم. جمال شاهی درباره کنسرت، فقط هم یک دانه سوال بود. هایر ترکیدن دیلیم اوروپا دن. یسا نورالله کنسرت، جمال کنسرت، تشکر. آری ارشم نوشه سلام خانم پروانه جان، خوبه، افتخار ما افغانستان است. سلام، از تشکر و سلام هم عرض می کنم، زنده باشه، ممنون. خب درب علی عالیه
نصاری فکر کنم که اگر اشتباه کنم نگفته باشم نامتانه درباره ویدیو میوزیک. بله، تشکر. سال جدید برای شما هم تبریک باشه حسین جان. خدا کنه که با آغاز سال جدید تمام آرزوهایت برآورده شوه و هر آن چیزی که از خداوند میخواین، همه ایتان برای تمام طرفدارم آرزوی خوب و خوش و بیپایان را از خداوند خواهان هستم. من منتظر هستم که شما ببینم که چه حدس میتونین بزنین. طرف های من کانسر نداری خانم پرستش، نه فعلا در ترکیه، نه، ولی معلوم است که طرفدارای خوب و پر انرژی ما در ترکیه دارم که انشالله اون روز هم خواهد رسید. و یک سلام نو شما مبارک، نامایتان نام خود پیامهایتان توی سیستیر می شود و تا می خواهیم که بخوانم خب مشکلی نیست، ولی همینجا به همین حالت هم که من جوابوی سوال پیامهای شما می باشم، امیدوارستم که پذیرا باشه. خب من هم اشتاده اگر من از شما عیزان تمام باشن لر تشکیلر سالون. خب دیگه فکر میکنم که صبر کنیم بگذاریم برای دفعه بعد چطور، چون به خاطر که ما میخوایم بدانم که طرفدارای من چقدر مرا استقبال میکنن. البته میدونم همیشه استقبال کردن، همیشه حمایت کردن، ولی چقدر در ذهن شما چی میگذاره و درباره چی میخوایم صحبت کنم، برای من خود یک چیز خیلی شیرین است، برای خودم واقعا ارزش داره. یا نامشان هم که صحیح نتونستم تلفظ کنم، با سلام و درود پروانه جان عزیز، سال نو میلادی بر شما مبارک باشه، همیشه شاد و خورم باشن. تشکر، سلامت باشین. یا زیورم سن بنیم مساج ما اکو میرسون ندن بردا بیر سورو مساج بار سایفادا بیر بیرین بوله اکومایه چالشیورم ای گزمدن ایر کچی اوسا کسومون باکماین. آهنگ جدیدتان خیلی عالی است پروانه عزیز عتیق آندلان چهل، تشکر عتیق جان، سلامت باشی، خوشحال هستم که از آهنگ لذت بردی و شنونده آهنگ ما بودی. خب دوستان عزیز، من میخوام بگم طرفداران عزیز، هموطنان عزیز در هر جا که هستین، چون من واقعا همه ایتانو دوست دارم و همیشه سعی کردیم، تلاش کردیم، یک آهنگ خاص آماده کردم، یک آهنگ جدید دیگه، یک آهنگی که باز هم میدونم که شک ندارم که مورد پسندتان قرار میگیرم. و این آهنگ جدیدم هست به نام آهای عشق قدیمی. خب معلوم است که تمام انسان ها همیشه یک عشق داشتن از دوران نوجوانی که دیگه عشق عاشقی رو فهمیدن و دوست داشتن رو فهمیدن، حتما همیشه در زندگیشان یک شخصی بوده که به نهایت دوستش داشته و شاید هم تا هنوز هم که هنوز هسته، اگر که با کسی دیگه در ارتباط هست، اگر ازدواج کرده، اگر صاحب فامیل هم هست، شاید در خاطراتش همیشه و یادش باشه و برای زنده باشه و خاطرات. و یک آهنگ جدید فوق العاده متفاوت بار دیگر به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کردم به نام آهای عشق قدیمی. پس منتظر باشین، انشاءالله سعی میکنم که در هفته های آینده دربارش بیشتر صحبت بکنم، بیشتر برای شما آمار بتم. میفهم که بازم من از شما بدتر کمتر طاقت میارم و نمیتونم حوصله کنم. میفهم که به خاطر آهنگ دیدی چی کار کردیم بسیار زیاد شما انتظار کشیده بودین، ولی خب به هر صورت به خاطر انتظارش میارزید که انتظار کشیدین و میدونستم که مورد پسندتان قرار میگیره ویدیو کلیپ یا آهنگ دیدی چی کار کردی. این هم یک نوع از همین آهنگ ها هستش، ولی کمکی متفاوت تر و نام آهای عشق قدیمی. منو یادت که نرفته آهای عشق قدیمی. پس منتظر باشین و وقتی که بخوایم کمکی آمادگی بگیرم برای ریلیز ویدیو کلیپش یا آهنگش، باز هم مجدد به سعی میکنم لایف بیایم و دربارش به شما عزیزان معلومات بتم، یا گهگاهی در پست های اینستاگرامم سعی میکنم که برای شما رو با خبر بسازم اگر که لایف آماده نتونستم یا هنگ واقعا خودم
به نهایت دوست دارم و اینم تقدیم میکنم به تمام اشخاصی که در هر جای دنیا هستم و میدونم به تمام طرفدارای هستم که حتما حتما در گوشه قلبشان یا کسی رو دوست داشتن یا بهش رسیده، حالا بیشتر به خاطر اینکه نرسیده ای هستن و یاد عشق قدیمی بازی آهنگ تقدیم باشه بر یکایک یک شما عزیزان و امیدوارستم که با شنیدنش لذت ببرین و خوشحال هستم از اینکه تانستم یه آهنگ بخوانم. این کار هم از شاعر از یکی از خواننده های بسیار خوب ایران هست به نام آقای یوسف زمانی که شما بیشترینتان شاید شنونده آهنگ های یوسف زمانی باشن، میدانه که یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده های ایران هستن، یکی از هنرمند های بسیار خوب هستن و تنظیم و آهنگسازی آهنگم که از فتیجان فتی هستن که واقعا زحمت کشیدن. پس منتظر باشین شعر زیبا، کمپوز زیبا، آهنگ زیبا با بهترین کیفیت تقدیم شما عزیزان خواهم کرد در آینده نزدیک. منو یادت که نرفته آهای عشق قدیمی. بقیشو براتون نمیخوانم، سورپرایز باشه، منتظر باشین. برای یکایکتان یک سال خوب و خوش و پربرکت از خداوند خواهان هستم و امیدوار هستم که آخرین شب سال 2018 هم به خوبی و خوشی در هر جا که هستین سپری کنین. هموطنان عزیز، طرفداران عزیز، همه ایتان دوست دارم. تشکر از تمام قلب های زیبایی که بر من فرستادین، تشکر از دی که همیشه حمایت کردین، سپورت کردین، تا اندازه که من زحمت کشیدم، تلاش کردم با محبت های شما عزیزان از طریق کامنت هایتان، از طریق ایمیل هایی که روان می کنین، از طریق به هر نحوه ای که یعنی من تانستم پیام های شما را دریافت کردم، محبت شما را دریافت کردم. خب ما حسینی آندلاین ده راستش که سلام پروان جان، یک سوال دارم که چرا بعضی از هنرمندان وقتی به یک جا میرسه موسیقی را ترک میکنن؟ مثلا لیلا برگی دوست داشتنی، سال نو میلادی شما مبارک باشه. طرفدار عزیز، من نمیدانم هر انسانی یک دلیل خاصی میتونه در زندگیش داشته باشه که چرا هنر رو ترک میکنه. گاهی خب بعضی وقتا یک هنرمندم اگرچه که علاقه به موسیقی داره، امکان داره که خسته شه و دل زده شوه و حوصلش نکشه دیگه، قدر بخواه روی کانسرت بگذاره یا نخواه که آهنگ بخونه. و بعضی هم به دلیل ای که استرس می داشته باشن یا ناگهان مریض میشن یا عضو فامیلشان مریض میشن یا به خاطر ای که مصروف یک بزنس در زندگی می باشن که بتونن زندگی خودشان پیش ببرن و شایدم ازدواج میکنن، شایدم خانومشون اجازه نمیده، شاید شوهرشون اجازه نمیده، شایدم عشقی که به بویفرندشان یا به شوهر یا به خانومشون میداشته باشه، یعنی او علاقه و محبتی که با او شخص میداشته باشه میتونه حتی دلیل بشه برای که حتی دنیای هنر و موسیقی خود رو بگذاره کنار. و اصلا هنر و یا دنیای هنر رو کاملا یک چیز متفاوت، یک مثل کاملا متفاوت هست. اگرچه که من هم چندین سال هست در این مسیر هستم، ولی گهگاهی واقعا بسیار زیاد خسته میشم، گهگاهی بی حوصله میشم و من تقریبا نزدیک 8 ماهی که اگر دقت کرده باشن که کم رنگ تر بودم در مدیا، در صفحات اینستاگرام، فیسبوکم، واقعا من افسرده شده بودم و کار دیدی چی کار کردی به خاطر ای که من پدرم دوباره سکته کرده بود عقب افتاد، چون من دیگه روحیه ای نداشتم و انگیزه ای نداشتم که با کدام شوق و با کدام علاقه بخوایم مثلا روی صفحه اینستاگرام لایف بیایم صحبت بکنم، بگویم، بخندم. یعنی در زندگی همه ما انسان ها ناگهان اتفاقهایی میتونه بیفته که آدم نمیداند چرا. به این خاطر هنرمندم انگیزه میخواد، روح شاد میخواد، فکر آرام میخواد و
خب از دیدگاه بسیاری از شماها شاید زندگی یک هنرمند یک دنیای کاملا متفاوت و پرهیجانی باشه و همیشه بگن در حال سفر است و خوشگذرانی است و ساعتش چقدر تیرست، اما اینطور هم نیست، چرا که همگی یک فامیل دارن، همگی یکان شرایط ها و یکان مشکلات در زندگی شخصی خود می داشته باشه که مصروف و درگیر او مسائل می باشه. و خب درست است که حالا من هم به عنوان یک هنرمند کوچک که در جامعه افغانستان فعلا فعالیت دارم. تشکر، وای از این قلب ها، وای از این کامنت های زیبا. علی شمس با سلام و درود بر بانو پرستش بگم که چرا قدر قلب های زیبا هم فرستادی ولی در آخرش هم یک پیام بسیار اوکی. من از این خاطر نمیتونم بگم که من خودم هم حتی شخصا چقدر میتونم که در زمینه هنر باشم. تشکر، سلامت باشن هموطنان عزیز، سال میلادی شما مبارک باشه. ممنون، سپاسگزار هستم، پیامایتان رو میخونم. ما بین ای که سوال میکنن سعی میکنم که به کامنت های شما جواب بدم. و بله داشتم میگفتم از ای که من هم نمیدانم که مثلا نمیدانم که چقدر در هنر میتونم که در راه هنر فعالیت داشته باشم، ولی همیشه و همیشه گفتیم که میخوایم بخوانم، حتی تا پیر نشدم، تا پیرم شدم من میخوام بخوانم، اما نمیفهم که چه اتفاقایی در زندگی انسان میفته و دیده به وقتش، به شرایطش، به امکاناتش من سعی میکنم که فعالیت داشته باشم. اگرچه که همیشه در برنامه ها در گذشته ها گفته بودم که حتی اگر من بخوام یک روز تصمیم بری بگیرم که ازدواج بکنم، به هیچ عنوان من هنر من کنار نمیگذارم و دوست دارم شخصی که اگر در زندگیم بخواید در کنار من زندگی کنه و با هم بخوایم یک زندگی رو سپری کنیم، دوست دارم که به هنر من احترام بگذاره، چون زحمات زیادی کشیدم و زیاد وقت شده که من نتونستیم لایو بیم، نتونستیم دمو شرایط های مشکلاتی که بودیم مثلا شما را آگاه بسازم، توضیح بتوم یا شما با خبر باشین. خب همه چیزم که آدم نمیتونه روی تصویر صفحات مجازی بگذاره و درباره صحبت بکنم، ولی میفهمم که بسیاری از شماها درک میکنین و علم قدر که شما حمایت میکنین. تشکر تشکر تشکر، گرفتم قلبارم، همیشه اینجا میذارم. دوستان تو یک دانه چون میگن بادکنک، میگن بادکنک، خب میفهمیم بادکنک های بسیار کلان، اینو قلب ها مثل یک بادکنک ها با بادکنک های کلان باشه پر از پاپیون های هم چون میگن از ما کم بگیرم از پاپیون هایش و یک دنیا قلب های شما را در بین یک دنیا قلب های شما یک عکس بگیرم و بذارم بر روی صفحه اینستاگرام، چی یک حس خوب، یک لحظه تو رویایی در ذهن اومد، این همه قلب های رنگ رنگ میبینم چقدر حس خوب میده و این همه گل های زیبایی که از طرف شما عزیزان من دریافت میکنم روی کامنت ها. پرنسس انوش سلام عزیزم، خوبی، عشقی، خوشگلم، مرسی، سلامت باشی. تشکر از همه شما موسوی عزیز، نوشته سلام پروانه خانم، شب بخیر. میگم برنامه نداری؟ برنامه منظور از کنسرت هست در حال حاضر؟ نه. و مصطفی جان نوشته که بیا فرانسه کنسرت بده، ما در خدمت هستیم. مصطفی جان دیگه زحمت شبا کش خودت امروی کنسرت گذارو صحبت بکن، هماهنگ کو باز انشالله من خواهد آمدم. اما ایتان دوست دارم واقعا شوخ طبیعت هستین و خوشحال هستم از این که میتونم خیلی راحت همراهی طرفدارای عزیزم ارتباط خوب و ارتباط مثبت بر انرژی برقرار کنم و همه ایتان دوست دارم واقعا دیگه از این که برای یکایکتان در این آخرین شب سال و فقط از خداوند میخوام که میگم همیشه خوشبخت باشین، سربلند باشین و خدا کنه که یک آرامی سعید در مملکت مان بیایی که حداقل افغان های عزیز، هموطنان عزیز مان که در افغانستان زندگی می کنن که در حال حاضر کمک و بیش با خبر هستم که یک شب برق هست، یک شب نیست و هوا هم سرد شده، خنک شده، امکانات هم کم است، روزی برسه که واقعا همه مان بتانیم با سربلندی و با آرامش و با خیال راحت در کوچه و پس کوچه های کشورمان قدم بزنیم و ساعتمان را کنیم و زندگی کنیم و بتانیم رشد کنیم در جامعه.
و نمیفهم گپ های هموطنان عزیز عزیز صبح و سمیر از صبح ای سمیر و پیام هایتان ما باید میخوانم با سوال هایتان سعی میکنم جواب بتوم و خبر خوش ما که برایتان گفتم منتظر آهنگ آهای عشق قدیمی باشن که خودم شخصا به نهایت دوست دارم و من مطمئن هستم که خودم وقتی دوست داشته باشم شما هم حتما میتونین دوست داشته باشین و و دیگه از حضور همه ایتان مرخص میشم. امیدوار هستم که فردا پس فردا یا حالا ما بین هفته چه وقت که فرصت شوم و مجدد بیایم از گپ های شیرین شما هم بتانم معذرت میخوایم. پیشنهادات بسیاری از شما به خاطر کنسرت هست، واقعا من شرمنده هستم، ولی همانطور که ما گفتیم به تنهایی من متاسفانه خب من نمیتونم کاری کنم و منتظر هستم تمام عزیزانی که استقبال میکنن و از هر جا از هر کشوری که هستن همراه تیم و اتحادیه فرهنگیشان به تماس بشن و برنامه ریزی داشته باشن که ما بتونم برای شما عزیزان کنسرت داشته باشم. خب زیاد فعلا دیگه وقتتون رو نمیگیرم، من کمکی عجله دارم و از اینکه عجله داشتم در آغازم که اومدم میگم که گپای من کم و پیش چی میگه گدوات شد، ولی به هر صورت تشکر از همه ایتان که وقت گرانبهایتان در خدمت ما گذاشتین، حرفای ما رو گوش کردین، صحبتای ما رو گوش کردین و من هم خوشحال هستم دیگه. یک عالمه ماچ براتون روان کردم، امیدوار هستم همتون ماچ باران باشه نمیشه. ساعتتان تیر باشه، وقتتان خوش باشه، هر جا که هست لذت ببرن از زندگی و آغاز سال 2019 باز هم یک بار دیگه پیشا پیش برای تان تبریک عرض میکنم. با بای.